با سلام و احترام خدمت همه بزرگواران و علاقمندان به فرهنگ و هنر ایرانی، در این ویدیو میخوام کتاب نظریه ماناک رو خدمتتون معرفی کنم که این کتاب انتشارات جهاد دانشگاهی هست و در واقع جلد دوم و تکمیلی از کتاب مقدمه بر طرح اشیا در هنر اسلامی ایران هست که قبلا در ویدیوهای قبلی خدمتتون معرفیش کرده بودم. و در فصل پنجم این کتاب و نظریه ماناک ما به طور کلی این مبانی مبانی طراحی اشیا در قرون اولیه اسلامی بهش میپردازیم. این کتاب شامل 5 فصل هست که در فصول مختلف اون ابتدا نظریه زمینه گرایی رو در مورد طراحی اشیا بررسی میکنیم. 3 فصل از لحاظ ظاهری و محتوایی ظروف تجزیه تحلیل میشن. این کتاب شامل جدول ها و نمودارهای بسیار زیادی هست که کمک میکنه در قالب این مدل تحلیل پژوهش ما بتونیم این نظریه ماناک رو در رابطه با مبانی طراحی اشیا در قرون اولیه اسلامی تدوین کنیم. امیدوارم که این کانال رو سابسکرایب کنید که در ادامه کتاب‌های بیشتری رو بتونم خدمتتون معرفی داشته باشم. سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی منتشر کرد نظریه ماناک، مبانی طراحی اشیا در زمینه تفکر تطبیقی ایرانی اسلامی، مؤلف دکتر پردیس بهمنی. در پیشگفتار این کتاب آمده است: کتاب حاضر برگرفته از رساله دکترای پژوهش هنر با عنوان مبانی طراحی و شکل‌گیری اشیا در قرون اولیه اسلامی با رویکرد زمینه‌گرایی و تاکید بر مفاهیم نمادین است. کلمه مخفف ماناک جهت مبانی طراحی اشیاء کهن استخراج می شود. این کلمه خود به معنی تداوم و جاودانگی است و به صورت گسترده این گونه تداعی می شود. کتاب سرشار است از عکس ها و نمونه های مختلفی از ظروف در قالب شش گونه مختلف کاسه، بشقاب، سرایی ها، تنک ها، گلدان ها و پیاده سازی هایی از نقوشی که در اونها دیده میشه. همچنین تعداد بسیار زیادی منابع در اختیار شما قرار میده و همه این نقوش رو باز در 6 قالب نقوش حیوانی، گیاهی، هندسی، انسانی، اسطوره‌ای و کتیبه‌ای تقسیم بندی کرده و به نمایش در میاره و استفاده از در واقع پارادایم زمینه گرایی این امکان رو میده که در مجموع 166 ظرف رو که از 3 موزه ایران باستان، بخش گنجینه هنر اسلامی و موزه آبگینه و موزه رضا عباسی در قرون اولیه اسلامی جمع‌آوری شده، تجزیه تحلیل ظاهری و محتوایی انجام بشه که به اصول خیلی خوبی رسیدیم که در نهایت این هست که هویت سازی که در این ظروف مد نظر قرار گرفته در مجموع مربوط به هویت و نقوش مربوط به آب و نور هست. چرا طبقه بندی از 4 جنبه نقش، فرم، کاربرد و جنس اشیا انجام شده. جنس فلز، سفال و شیشه مد نظر بوده و کاربردهای آشامیدنی و خوردنی برای ظروف مد نظر قرار گرفته. در نهایت ماناک به این مفهوم هست که مبانی طراحی اشیا در قرون اولیه اسلامی مرتبط با مفاهیم نور و آب برگرفته از اندیشه های کهن و سنت های اسلامی هستش. نقوش این اشیا همطور که گفتیم پیاده سازی خطی شده و قابلیت های ظاهری
زیباتری رو نشون میده و در گروه های مختلفی از حیوانات، نوش گیاهی، نوش هندسی، انسانی و حتی اسطوره پیاده سازی شدن و حیواناتی که استفاده می شده، گیاهانی که استفاده می شده به جذابیت بسیار زیادی داره. علاوه که همه این نوش خطی از ظروفی که جمع‌آوری شدن از این سه موزه گردآوری شده که و در مجموعه های قرار گرفته. همچنین این موضوع رو من به دانشجویان هم میدم و در قالب کارهای هنری از این نوش کهن استفاده کردن. میتونید برای دیدن نوش بیشتر کتاب طرح‌های تزئینی برگرفته از ظروف خانگی رو از انتشارات قلم شاملو تهیه بفرمایید و در نهایت اگر از این ویدیو خوشتون اومد و ان شاءالله بتونید ویدیوهای بیشتری رو در معرفی کتاب داشته باشیم، حتما سابسکرایب کنین تا در ادامه کتاب‌های دیگری رو هم خدمتتون معرفی کنم و نمونه‌های آثار هنر ایرانی رو خدمتتون معرفی داشته باشم. موفق باشین، خیلی ممنون از توجهتون.